تا جایی که میدونیم رفتارهای هوشمندانه فقط از مغزهای پیچیده برمیاد، اما یه موجود تکسلولی داریم به نام کپک لجن یا کپک مخاطی که بدون اینکه هیچ مغزی داشته باشه میتونه بعضی از مسائل پیچیده رو حل کنه، مثلا پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین چند تا نقطه. بریم با هم رفتارش رو بررسی کنیم ببینیم موجودی به این سادگی چطور میتونه یه همچین توانایی عجیبی داشته باشه. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد می‌کنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. کپک‌های مخاطی گروه بزرگی از کپک‌ها هستند با بیشتر از 800 تا گونه مختلف. ما امروز با یکی از این گونه‌ها کار داریم به نام فایزاروم پلیسفالوم، یه نوع کپک زرد رنگ که کف جنگل‌های مرطوب میشه پیداش کرد. ویژگی خیلی جالبش اینه که هر چقدر هم که بزرگ باشه فقط یه سلوله، ولی به جای یه هسته میلیون ها هسته داخلش داره. شبیه یه موجود چند سلولیه که بین سلولهاش هیچ دیواره‌ای وجود نداره. به یه همچین ساختاری پلاسمودیوم هم میگن. چرخه زندگیش از هاگ شروع میشه، بذر این موجود. این هاگ ها وقتی توی یه محیط مناسب قرار میگیرن جوانه میزنن. سلول های ازشون بیرون میاد که در نهایت با هم ترکیب میشن و اولین سلول اصلی رو ایجاد میکنن. اگه رطوبت و غذای کافی به این سلول برسه حسابی رشد میکنه و بالغ میشه. بعدش ساقه هایی تولید میکنه با یه حباب که داخلش پر از هاگه، که این هاگ ها دوباره پراکنده میشن و چرخه زندگیش کامل میشه. این سلول قولاسا روی شاخ و برگای مرده جابجا میشه و از باکتری هایی که در حال تجزیه این موادن تغذیه میکنه. ساختارهای لوله مانندی داره به نام پیچک یا ریشه که وقتی با مواد غذایی برخورد میکنن هورمونی آزاد میشه به نام سایکلیک AMP. هر جایی که این هورمون بیشتر آزاد میشه، جریان سیتوپلاسم این سلول یا همون مواد داخل بدنش حرکت میکنه به همون سمت. بعدش غذایی که پیدا کرده رو جمع‌آوری می‌کنه و از طریق شبکه‌هایی که ایجاد کرده می‌فرسته به عقب. پس عوامل مناسب مثل غذا و رطوبت باعث میشه به سمتشون حرکت کنه، اما عوامل نامناسب مثل نور خورشید یا سرما یا خشکی محیط هیچ جذابیتی براش نداره، عقب نشینی می‌کنه. وقتی به اندازه کافی رشد میکنه و پراکنده میشه، بین نقاط مختلفش که به منابع غذایی جداگانه ای رسیدن، شبکه هایی ایجاد میشه که دائما بهینه میشن. یعنی کوتاه‌ترین مسیری که بین هر دوتا نقطه وجود داره انتخاب میشه. دلیل یه همچین رفتاری اینه که میخواد اون چند تا منبع غذایی که پیدا کرده برای تمام قسمت‌های این کپک به طور مناسبی در دسترس باشن. اینجوری نباشه که یه جاییش غذای زیادی در اختیار داشته باشه، یه جای دیگه‌اش غذا کم بیاره. پس این خلاصه ساختار و رفتار این موجود عجیب بود. اما این ویژگی‌ها در نهایت باعث اتفاقات جالبی میشه. سال 2000 دانشمندای ژاپنی آزمایش جالبی روی این کپک انجام دادن. دو تا منبع غذایی گذاشتن توی ورودی و خروجی یه مارپیچ یا همون ماز که 4 تا راه حل داشت. یعنی از ورودیش به خروجیش 4 تا مسیر مختلف وجود داشت. بعدش چند تا تیکه از این کپک مخاطی رو توی نقاط مختلف این مارپیچ قرار دادن. این قطعات کم کم به همدیگه وصل شدن و یه موجود واحد تشکیل دادن که کل مارپیچ رو پر کرده بود. بعد از چند ساعت اون قسمت‌هایش که به مسیرهای بن‌بست رفته بودن عقب نشینی کردن، چون اونجاها هیچ خبری از غذا نبود. پس حالا این کپک بین دو تا منبع غذایی رشد کرده بود و 4 تا مسیر یا شبکه مختلف کشیده بود بین این دو تا منبع. کپک مخاطی کوتاه‌ترین مسیر رو نگه می‌داره، بقیه رو حذف می‌کنه، چون اینجوری انتقال غذا بهتر انجام میشه. چند ساعت بعد کوتاه‌ترین راه حل هم نمایان شد و اینجوری یه موجود ابتدایی بدون مغز تونست یه ماز حل کنه. البته اون هیچ درکی از این معما نداشت. تنها چیزی که براش مهم بود این بود که یه شبکه بهینه بین منابع غذاییش ایجاد کنه.
ده سال بعد، سال 2010، دوباره دانشمندای ژاپنی یه آزمایش جالب دیگه انجام دادن. راه آهن ژاپن یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های ریلی دنیاست. توی این آزمایش، منابع غذایی رو گذاشتن روی یه صفحه، طوری که نسبت فاصله‌هاشون دقیقاً مشابه فاصله بین 36 تا شهر اطراف توکیو بود. بعدش کپک مخاطی رو اضافه کردن توی موقعیت مکانی توکیو. این کپک شروع به حرکت کرد و کم کم تونست به تمام غذاها که از جو تشکیل شده بود برسه. بعد از حدود 26 ساعت از شروع آزمایش، شبکه ای از مسیرهای بهینه بین غذاها تشکیل شد. وقتی که این شبکه رو با سیستم ریلی مقایسه کردن، دیدن این کپک همون کاری رو انجام داده که مهندسای ژاپنی چندین سال برای ساختنش تلاش کرده بودن. شاید اگه ژاپنی‌ها قبل از ساختن سیستم ریلیشون با توانایی این کپک آشنا شده بودن، خیلی سریع‌تر و بهتر میتونستن طراحیش کنن. خب حالا این سوال پیش میاد که چرا ایجاد این شبکه‌ها برای ما سخته؟ با یکی از مسائل معروف ریاضی میتونیم جوابش رو بفهمیم. مسئله فروشنده دوره‌گرد. فرض کنید 4 تا شهر داریم که تمام فاصله‌های بینشون رو میدونیم. یه فروشنده میخواد از یکی از این شهرها شروع به حرکت کنه، به همشون سر بزنه، بعدش برگرده به همون جایی که شروع کرده بود. اما 2 تا شرط اصلی باید رعایت بشه. اول اینکه به هر شهری فقط و فقط 1 بار بره، دوم اینکه کمترین مسافت ممکن رو طی بکنه. فرض میکنیم از شهر 1 شروع میکنه. یه مسیر میشه این، یکی میشه این، یکی هم این. یعنی کل مسیرهای ممکن 3 تاست. مسیر اول 350 کیلومتره، دومی 390، سومی 370. پس بهینه ترین مسیر اولیه. تا اینجا که خیلی راحت بود. مشکل از جایی شروع میشه که تعداد شهرها بیشتر میشه. فرمولی که تعداد کل مسیرها رو به ما میده اینه که N تعداد شهرهاست. هر یه شهری که اضافه میشه تعداد مسیرها با سرعت زیادی چند برابر میشه. تا جایی که برای اون 36 تا شهر راه آهن ژاپن تعداد کل مسیرها به این رقم باور نکردنی میرسه. یعنی برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیری که از تمام این شهرها فقط 1 بار بگذره، باید این تعداد مسیر رو دونه دونه حساب کنیم، بعدش کوتاه‌ترینش رو انتخاب کنیم. این مسئله فروشنده دوره‌گرد کاربردهای خیلی خیلی زیادی داره توی زمینه‌های مختلف. مثلا یه شرکت پستی که میخواد بسته‌هایی رو به نقاط مختلف برسونه، اگه با این روش کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا بکنه، هم توی زمانش صرفه‌جویی میشه، هم توی هزینه‌هاش. اما نکته عجیب اینجاست که کپک مخاطی میتونه این مسئله رو بهتر از کامپیوترهای ما حل کنه. هیچ اهمیتی هم نداره که تعداد شهرها رو چقدر بیشتر بکنیم. مدتی که طول میکشه تا مسیرها رو پیدا کنه، به صورت خطی افزایش پیدا میکنه، نه به صورت نمایی. دلیلش اینه که ما مجبوریم این همه محاسبه رو دونه دونه انجام بدیم و جلو بریم، در حالی که کپک مخاطی تمام راه حل‌ها رو به طور همزمان پیدا می‌کنه. کل شبکه رو تشکیل میده، بعدش کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب می‌کنه. این رفتارش خیلی شبیه کامپیوترهای کوانتومیه که چون ماهیت 0 و 1 یا دیجیتالی ندارن، میتونن تعداد زیادی پردازش رو همزمان جلو ببرن. به خاطر همینه که توی کارهای خاصی مثل پیدا کردن رمزها و معماها به شدت خوب عمل میکنن. پس آیا میتونیم از این کپک برای انجام محاسبات پیچیده استفاده کنیم؟ میشه، ولی یه مشکلی داره. خیلی زمان بره. توی اون آزمایش راه آهن ژاپن بیشتر از 1 شبانه روز طول کشید تا جوابو پیدا کرد. برای همین این ایده به ذهن دانشمندا رسید که اگه بتونن طرز کار این کپک رو به صورت یه برنامه کامپیوتری بنویسن، هم خیلی سریع‌تر کار میکنه، هم میشه بارها و بارها ازش استفاده کرد. الگوریتمش که معروف به SMA، رفتار همین کپک رو شبیه سازی کرده. حتی جالبه بدونید تلاش‌هایی هم برای ساختن چیپ‌های کامپیوتری با استفاده از این کپک‌ها انجام شده، ولی خب تا الان موفقیت چندانی نداشتن.
احتمالش زیاده که در آینده از این هوش ابتدایی اما قدرتمند بیشتر استفاده کنیم، چون یه دیدگاه جالبی به ما میده. اینکه برای گرفتن تصمیمات پیچیده همیشه هم نیازی به داشتن یه مغز نیست. خب همونطور که گفتم کپک‌های مخاطی انواع خیلی زیادی دارن. این کپک فایزاروم پلیسفالوم که تا الان داشتیم بررسیش می‌کردیم معروف به کپک غیر سلولی، چون دیدیم که یه توده عظیمی از سیتوپلاسم با تعداد خیلی زیادی هسته. یه نوع دیگه هم هست به نام کپک مخاطی سلولی که برخلاف قبلی از سلول‌های جدا جدا تشکیل شده. زمانی که غذا زیاد باشه هر سلول خودش برای خودش به تنهایی زندگی میکنه، اما وقتی غذا کمیاب میشه یا استرس و فشار محیطی افزایش پیدا میکنه، این سلول ها همون هورمون سایکلیک AMP رو ترشح میکنن. در نتیجه سلول های اطرافش حرکت میکنن به سمت محل ترشح این مولکول. بعدش این تک سلولی ها کنار هم جمع میشن و یه موجود بزرگتر رو تشکیل میدن که از چند صد هزار سلول تشکیل شده و یه چیزی بین 2 تا 4 میلیمتر طولشه. این موجود که معروف به حلزون یا سلاگ، نسبت به سلول های تکی توانایی بیشتری برای حرکت داره. میره به سمت رطوبت و منابع غذایی، بعدش وقتی که محل مناسب رو پیدا کرد شروع میکنه به تولید مثل. بعضی از سلول‌های تشکیل دهندهش تبدیل میشن به ساقه، بعضی‌های دیگه حباب‌های هاگ رو ایجاد میکنن. سلول‌های ساقه فداکاری میکنن و میمیرن تا سلول‌های دیگه بتونن تولید مثل داشته باشن. در مورد اینکه آیا این کپک‌ها حافظه هم دارن یا نه، تحقیقات زیادی انجام شده. یکی از نتایجش این بوده که کپک مخاطی هر مسیری که میره یه ردپایی از خودش به جا میذاره تا اون مسیر رو دوباره تکرار نکنه. بعضیا این ویژگی رو یه نوع حافظه ابتدایی در نظر میگیرن. اما دانشمندای دانشگاه هوکایدو ژاپن یه آزمایش جالب برای این موضوع انجام دادن. محیط این کپک رو هر 1 ساعت یک بار به مدت 10 دقیقه سردش کردن. این باعث میشد عقب نشینی کنه، چون سرما رو دوست نداره. چند بار این کار رو تکرار کردن، بعدش دیگه دست از سرد کردن برداشتن ببینن واکنش این کپک چیه. اتفاقی که افتاد این بود که سر همون تایم‌های مشخصی که قبلاً دما کاهش پیدا می‌کرد دوباره شروع کردن به عقب رفتن. انگار یه چیزی از اتفاقات قبلی یاد گرفته بودن. بعد از اینکه یه مدت طولانی شرایط رو تغییر ندادن، کپک‌ها این دوره‌های سرما رو فراموش کردن. با اینکه این آزمایش سال 2008 اتفاق افتاد، اما هنوز به طور قطعی مشخص نشده که دلیل این رفتار عجیبشون چیه. واقعاً یه جور حافظه دارن یا فقط یه سری اتفاقات ساده باعث این رفتار میشه؟ من خودم با دیدن این موجود بیشتر از هر چیزی یاد همون بازی زندگی میفتم که قبلا در موردش صحبت کردم. توی هر دوشون سلول‌های تکی ویژگی‌های ساده‌ای دارن، اما وقتی کنار هم قرار میگیرن رفتارهای پیچیده ای نشون میدن. خیلی ها نظرشون اینه که چیزی به نام هوش یا آگاهی یا حافظه توی این موجود ساده وجود نداره. اما چیزی که مطالعه کپک‌های مخاطی رو با ارزش میکنه اینه که با سر در آوردن از کارشون شاید بتونیم تعریف کاملتری از هوش یا حتی آگاهی به دست بیاریم، چون موجودی که نه پا داره، نه سیستم عصبی، نه مغز، به این خوبی میتونه شرایط پیچیده رو مدیریت کنه.